سلام، من رضا هستم، معلم فارسی. In this course, I review my recent book, Learn Farsi in 100 Days. You can learn this beautiful language fast if you just watch these 400 videos, but remember that watching the videos is not enough. You also need to study. You can download a free copy of the first part of the book. The link is below this video. All right, in each video, I review one page from the book. And this is day 92, part 3. ضرب المثل. ضرب المثل. اشک تمساح میریزد. اشک تمساح میریزد. این اصطلاح در مورد گریه دروغین به کار می رود. این اصطلاح در مورد گریه دروغین به کار می رود. به شخصی که برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران اشک می‌ریزد، می‌گویند اشک تمساح می‌ریزد. داستان ضرب المثل. داستان ضرب المثل. در گذشته مردم اعتقاد داشتند که خوراک تمساح به وسیله اشک چشمانش تأمین می‌شود، به این ترتیب که تمساح هنگام گرسنگی به ساحل می رود و اشک می ریزد. این اشک ها مسموم هستند و هر حشره ای که روی آن بنشیند می میرد. بنابراین تمساح از آن حشره ها غذای خود را تأمین می کرده است. All right, let's take a look at a conversation. گفتگو. پرویز. خریدهایی که از طریق اینترنت انجام داده بودم رسیدند. گیتی، واقعا؟ بسته ها را باز کن. بسته ها را باز کن. اینجا را نگاه کن. دو تا کیف فرستاده اند. اما من فقط یک کیف سفارش داده بودم. حتما اشتباه کرده اند. باید با آنها تماس بگیری و این را بگویی. باید با آنها تماس بگیری و این را بگویی. حالا شماره شرکت را پیدا می کنم و تماس می گیرم. Alright, let's take a look at the idiom of the day. اصطلاح روز. آدم باید دستش را به زانوی خودش بگیرد یا علی بگوید. آدم باید دستش را به زانوی خودش بگیرد یا علی بگوید. معنی آدم باید به توانایی خودش تکیه کند و کارش را آغاز کند. Alright, if you enjoy learning idioms, Farsi idioms, you can check my website, learnpersiononline.com. There are more than 1600 most popular Farsi idioms and their meaning in Farsi. Alright, thank you for watching this video. I hope this course helps you to improve your Farsi. Please don't forget to subscribe to my channel. خیلی ممنون.